مذاکرات فشرده هسته‌ای در ژنو که طی 4 روز در بالاترین سطح سیاسی و کارشناسی برگزار شد به پایان رسید. یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به اینکه در این دور از مذاکرات پیشرفت‌هایی بر روی برخی موضوعات به دست آمده گفت هنوز راه درازی باقی مانده است. با نیلوفر پور ابراهیم هستیم مستقیم از ژنو. نیلوفر، فضای این دور از مذاکرات چطور بود؟ به نظر میرسه که طرفین کم کم از اون بنبستی که درش قرار داشتن خارج میشن. بله، 4 روز به شدت فشرده و سخت رو مذاکره کنندگان هسته‌ای اینجا طی کردن در ژنو، در سطوح مختلف گفتگوهای رو تا ساعات پایانی شب، حتی تا نیمه شب ادامه میدادن و گفتگو میکردن. امروز گفتگوهایی بین آقای کری و تیم همراهش، به همینطور به همراه آقای مونیز، با تیم ایرانی به همراه آقای صالحی و البته خانم اشمیت برگزار شد. بعد از اون حتی دیدارها دو جانبه بین آقای کری و آقای ظریف همینطور تیم ها برگزار شد. تیم آمریکایی با خانم شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، با آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیداری انجام دادن. تیم ایرانی هم آقای عراقچی با آقای ریابکوف دیدار کردن. به هر حال همه این تمام این دیدارها بعد از اینکه انجام شد، یک مقام ارشد آمریکایی همونطور که اشاره کردی گفت که پیشرفت‌های انجام شده ولی هنوز مسائل سختی مونده که باید حل بشه و اینکه اشاره کرد به اینکه راه سختی باقی مونده و اینکه تیم آمریکایی اهمیت بسیار زیادی قائله برای چشم‌اندازی که رئیس جمهوری آمریکا تعیین کرده، برای اینکه طرفین به یک فهم مشترک از چیزی که قرار هست در توافق نهایی گنجونده بشه برسن تا پایان ماه مارس و بعد از اون تا پایان ماه ژوئن یک توافق نهایی و کامل رو در واقع بهش دست پیدا بکنن. این مقام ارشد آمریکایی گفت شکی نیست که همه ما تحت فشار ناشی از کمبود زمان در واقع قرار داریم و اون رو حس می‌کنیم، ولی این دلیل نمیشه که بخوایم زیر این فشار در واقع توافقی رو قبول بکنیم که با منافع و اهداف ما در تضاد و بنابراین هدف ضرب العجل نیست، بلکه هدف اهدافی هست که ما داریم و بنابراین به دنبال توافق خوب هستیم. نیلوفر، حضور ارنست مونیز و علی اکبر صالحی چقدر به مذاکرات کمک کرد؟ می‌دونم که پیشتر به حضور این افراد انتقادهایی هم بود. بله دقیقا، این دو نفر، این دو سیاستمدار در واقع فیزیکدان هسته‌ای که توی موضوع هسته‌ای بالاترین مقام‌های اجرایی هستند در کشور ایران و آمریکا، به هر حال حضورشون مهم بوده. حتی این مقام ارشد آمریکایی هم گفت که کمک کرده حضور این دو نفر، تخصص این دو نفر در واقع به روشن‌تر شدن بعضی از موضوعاتی که اینجا هست در مورد صحبت شده و قرار هست در توافق نهایی گنجونده بشه. میشه گفت یکی از مهمترین ویژگی‌های این دور از مذاکرات بود حضور این دو نفر در مذاکرات و گفتگوهایی که انجام دادن با همدیگه و با تیم‌هایی که داشتن. این مقام ارشد آمریکایی صحبت می‌کرد از اینکه طرفین، هر دو طرف، چه ایرانی و چه آمریکایی، سخت تلاش می‌کنن، کار می‌کنن، جدی هستن و با یک حسن نیت برای رسیدن به این نتیجه مثبت به اینجا اومدن و گفتگو میکنن، ولی اینکه به نتیجه برسن یا نه رو هنوز نمیدونیم. چیزی که دقیقا ما اینجا میدیدیم که تا ساعت پایانی شب جلسات ادامه پیدا میکرد و اینکه طرفین هم مقام رو گذاشتن برای اینکه در مدت زمان باقی مانده به یک نتیجه برسن. این مقام ارشد آمریکایی اشاره هم کرد به اینکه جلسات اینکه آمریکا کنگره رو در جلسه محرمانه در جریان مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد داد. اینکه و موضوع دیگه اینکه تیم امریکایی ژنو رو ترک کرده چند دقیقه پیش و تیم ایران هم اینجا ترک خواهد کرد. آقای عراقچی به بیان خواهد رفت برای دیدار فرداش با آقای آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و اینکه ایران و آمریکا هفته ی آینده در سطح معاونان وزرای خارجه یک بار دیگه اینجا در سوئیس، البته شهر مشخص نشده، دیدار خواهند کرد.